تحریق بیش از حد این روزا مشکل خیلی از افراد هست که زندگی شخصی و اجتماعیشون رو مختل میکنه. امروز علتها، روشهای درمان و نوع برخورد با تحریق بیش از حد رو خدمتتون عرض خواهم کرد. سلام، دکتر طباطبایی هستم، پزشک زیبایی. امروز دکتر ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. ما در کانال دکتر 724 عاشق شنیدن نظرات شما هستیم. همین الان توی کامنت ها بنویسید به این ویدیو از 1 تا 5 چه امتیازی میدید. چه روزای گرم تابستون، چه روزای سرد زمستون، خیلی ها تحریق بیش از حد دارن که کیفیت زندگیشون رو مختل کرده و توی زندگی روزمره و توی مهمونی ها حتی محیط کارشون خاطر لباسایی که باید بپوشن معذب میشن و دچار اختلالات میشن توی کار و زندگیشون. برای همین تحریق بیش از حد رو باید بدونیم که چی هست و چه اقداماتی میتونیم براش انجام بدیم. تحریق بیش از حد رو بهتر اینطوری تعریف کنیم که افرادی که از زیر 25 سالگی تجربه تحریق بیش از حد حتی در حالت استراحت رو دارن و بدون فعالیت و ورزش دچار تحریق میشن و لباساشون رو نیاز هست که مکرراً تعویض کنن. حتی توی لباسای مهمونی یا لباس محیط کارشون کت شلوار میپوشن، لباسای مهمونی و پارتی میپوشن، مشکل میخورن و نیاز به تعویض لباس دارن. برای همین به اونها توصیه میکنم که تحریق بیش از حدشون رو جدی بگیرن و بررسی بکنن و حتما برای درمانش اقدام کنن. خب علل تحریق بیش از حد رو بتونیم تعریف کنیم، غیر از موارد پاتولوژیک و بیمارگونه باید به پزشک مراجعه کنیم و بررسی های خونی و ادراری و گاهن رادیولوژی و عکس هایی هست که علت های بیمارگونه تحریق بیش از حد رو باید حذف کنیم. اونایی که همراه با کاهش وزن تحریق شبانه دارن، صبح بیدار میشن لباس زیرشون خیسه، خیلی جدی بگیرم و حتما یک پزشک ویزیتشون کنه و یه مورد جدی هست، باید ورک آپ بشه. اما بعد از اینکه اینا نرمال شد و افراد این خوابشون مثل اینکه نشستن توی محل کارشون توی مهمونی تحریق دارن و عرق زیر بغل باعث خیس شدن لباسش میشه، این یه موردیه که مطمئنن حال شما رو هم توی مهمونی بد خواهد کرد. برای همین بهتره که درمانها رو فکر کنیم بهش. درمانهایی که براش میشه انجام داد چندین مورد هست که خدمتتون میگم. ببین، قدم اولی محلولهایی هست که آلومینیوم کلوراید هست، به صورت موضعی قبل از خواب میزنن یا قبل از شروع کار میتونین استفاده کنین و بعدن دوش بگیرین و اون محلول بره. اما ایراداتی که داره محرک هست و بعضن گاهن باعث تحریک پوست و قرمزی چشم میشه که زیاد برای مصرفش رو محدود کرده و برای همین درمانهای جایگزین بیشتر استفاده میشه تا اون محلول ها. این محلول به صورت ترکیبی هست و گاهن بعضی کرم‌های آماده کارخونه‌ای هم هست که توی ایران فعلا موجود نیست، اما یه درمان ترکیبی ساده است که اکثر داروخونه‌ها هم درست میکنن. اما همینطور که گفتم به خاطر تحریک پوستیش و گاهن قرمزی و پررنگ شدن پوست مصرفش خیلی محدود شده. برای همین درمانه جایگزین قدم بعدیمون تزریق بوتاکس هست. تزریق بوتاکس به ناحیه‌ای که تحریق دارین گزینه خیلی مناسبی هست، چون که تقریبا 80% تا 100% تحریق رو حذف میکنه و اون ناحیه‌ای که زیاد تحریق داره قطع میشه. عوض اون توی کل بدن اون تحریق پخش میشه، یعنی عوض اینکه زیر بغلتون تحریق بیش از حد کنه و لباستون خیس بشه، کل بدن، تنه، پاها، سر تحریق میکنه و زیاد به چشم نمیاد و آزاردهنده نخواهد بود. برای همین یه گزینه خیلی خوبیه. بعدش این ایرادی که داره تکرار میخواد، یعنی حدود 6 تا 9 ماه ماندگاری داره. حالا این هم هست که بوتاکسی که توی صورت واسه زیبایی تزریق میشه 3 تا 6 ماه ماندگاری داره، اما ماندگاری بوتاکس زیر بغل میتونه خیلی بیشتر از اون هم باشه. و اینکه مکررن وقتی تزریق میکنین یا چندین نوبت تزریق میکنین حتی بدون تزریق بوتاکس هم اون تحریق شدید اولیه بهتون بر نخواهد گشت، چون که تضعیف عضلات اطراف غدد عرق رو داریم و این یه خوشحالی خاصی رو داره که 1/2، 1/3 یا گاهن دیگه نیاز تزریق بوتوکس هم از بین میره.
و این که نیاز به تمدید داره شاید آزاردهنده باشه، اما به هر حال عرض کردم که بعد چند نوبت اون افکت و تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. بعد گزینه بعدی هست که میرادرای هست، به اسم میرادرای معروفه، یک دستگاهی هستن که برای تارگتشون، هدفشون غدد عرق هست و اونا رو میاد تحت تاثیر میذاره و درمان میکنه، اما عوارض خاص خودش رو به خاطر اینکه گاهن به صورت عمقی هم تاثیر میذاره و میتونه گزگز دست ها، انگشت ها و عوارض داشته باشه، توی گزینه های اول نیست برای درمان. و تاریخ های خیلی شدید به خصوص توی کف دست و کف پاها که گاهن حتی گرفتن مسائل توی خونه، کارهای شخصی فرد و زندگی روزانه رو خیلی مختل میکنه و حتی به تزریق بوتاکس هم جواب نمیدن، دیگه تزریق در داخل عصبهای تحریک کننده تولید عرق انجام میشه که خیلی نادر نیاز میشه و با درمانهای معمولی معمولا جوابدهی است. خیلی درصد خیلی کمی از افراد نیاز به این کار دارن و یکم کار تهاجمی تری هست که میان توی اتاق عمل متخصصان بیهوشی میان عصب ها رو تارگت میدن، هدف میدن و اون عصب رو حذف میکنن که اون طریقه کلن حذف بشه، که گفتم زیاد گزینه آخره توی درمان و گزینه اول نیست. در کل با تعریق زیر بغل در حالت نرمال مشکلی نیست، لباساتون رو چنج کنین، لباسای نخی خوب بپوشین، لایف استایلتون رو چنج کنین، به موقع بخوابین، مصرف نمک رو توی طول روز کم کنین، قبل خواب آب خیلی زیاد نخورین، آب نرمال بخورین و این یه روتین زندگی نرمالتون هست. اما دیدین اذیت میشین، نیاز به ویزیت به پزشک و انجام درمان ها هست. در کل سخت نگیرید. حالا یه شایعی هم که من شنیدم میگن بوتاکس زیر بغل نکنین، این میاد سم بدنتون رو که از زیر بغل دفع میشه نمیذاره دفع بشه، که خب یکم بحثای علمی تخیلی هست که بیشتر به حرفای مامون بزرگی معروفه بیشتر بگیم. اون طریقه هست میاد از کل بدنتون دفع میشه، عوض این که از یک ناحیه کوچیک دفع بشه اندازه کف دست، از کل بدن دفع میشه، نه شما رو آزار میده، نه لباستون خیس میشه و نه اصلا حس میکنید. ممنون ازت. راستی قبل اینکه بریم اینم بگم بهتون که طریق رو هممون داریم و خیلی از افراد دارن. دیدین که آزاردهنده شد، نیاز به مراجعه به پزشک دارین. فقط موردی که جدی بگیرین طریق شبانه و طریقیه که صبح از خواب پا میشین احساس میکنین که لباس زیرتون خیسه، حتما اون موقع به پزشک برین. اما دیگه همه طریق دارن، دیدین اذیتتون میکنه، یه سری به پزشکتون بزنین.